لك يا من لا شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك. نماز یا صلات اساسی ترین رکن مهم اسلام بعد از توحید است که بر هر فرد زن و مرد مسلمان عاقل و بالغ فرض گردیده است. فرضیت نماز در قرآن کریم، احادیث رسول خدا صلی الله علیه وسلم و اجماع امت به اثبات رسیده است. قرآن کریم در آیات زیادی به صورت مکرر و تأکید از اقامه نماز یاد کرده است، اقیم الصلاة و آتو الزکات. و زمانی که انسان به فلسفه خلقت وجودی خیش می نگرد، در می یابد که انسان برای عبادت خداوند خلق شده است و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسانی که به نماز می پردازد در واقع زیباترین نمای پرستش و عبودیت بنده را در مقابل پروردگار سبحان به نمایش می گذارد. مسلمانی که به نماز می استد تسلیمی و اطاعت مطلق خود را در مقابل خالق خیش بیان می دارد. مسلمان مؤمن با ادای نماز و با انجام دادن ارکان مکمل نماز انضباط و وقت شناسی را در زندگی روزمره خیش عادت می دهد. مسلمانی که نماز می خواند به تمام مسائل غیر از عبادت پروردگار پشت پا می زند، از مادیات و از مسائل روزگار رو می گرداند و با تمام معنا وجود و کالبد خود را، فکر و ذهن و آنچه که در خاطرش می گذرد همه را تسلیم رب العزت می نماید. به خاطر همیست که فرد نمازگزار بیشتر از هر فرد دیگر باید خدا ترس باشد، با تقوا باشد، از بدی ها دوری نماید و به خوبی ها و نیکی ها خود را آراسته بسازد. مسلمانی که نماز می خواند آنچه که در فلسفه نماز است بر علاوه عبودیت و تسلیمی به پروردگار بزرگوار، همین اطاعت و انجام اوامر الهی و در همه وقت خود را آماده کردن به فداکاری و سرسپردگی به پروردگار و دوری از همه بت‌های زمانه، از همه آنچه که وی را به خود مشغول داشته است، از همه خواهشات نفسانی، و در واقع اگر در هر کاری قرار دارد، اگر در خانه است، در کار است، در حالت سفر است و یا اینکه مشغول هر نوع عملی است، زمانی که وقت نماز فرا می رسد همه چیز را ترک می نماید و به سجده گذاشتن در مقابل خداوند بزرگ می پردازد. این عبودیت و این اخلاص و این تسلیمی کمترین چیزی است که یک انسان در مقابل رب و پروردگار خیش انجام میدهد. در نماز است که انسان به فلاح و رستگاری دست می‌یابد. آنانی که مفلح و رستگار هستند نمازخوان هستند. در نماز است که انسان میتواند از مصیبت‌ها و مشکلات زندگی خود را دور بدارد و همه چیز را به خداوند راجع بسازد، خیر و شر را از خداوند بداند، خالق و رازق و آن که صحت می دهد و آن که بیماری می دهد همه را از خداوند بشمارد. در نماز است که انسان آیات قرآن کریم کلام پروردگار را تلاوت می نماید که هرگاه زمانی که انسان به عبادت پروردگار می پردازد به گونه می ایستد که گویا پروردگار را می بیند. هرگاه اگر پروردگار را نبیند
پروردگار او را میبیند و به خاطر همیست که افراد فائز و رستگار کسانی هستند، افراد فرمانبردار کسانی هستند که نماز بر آنها سختی و سنگینی ندارد. در قرآن کریم در سوره بقره می خوانیم آیه 45 و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، نماز سنگین و سهمگین است مگر بر آنانی که فرمانبردار هستند، مگر بر آنانی که تسلیم حق هستند. و اینکه آنانی که به نماز می خیزند با رغبت و شوق خیش به نماز خواندن مشغول می گردند و نه آن مثل آنانی که در ظاهر خود را مسلمان می خوانند و تصور می کنند که نماز خواندن جزء مسائل غیر عبادی و غیر ایمانی است، در حالی که اسلام دین عقیده و عمل است. عقیده و پروردگار و انبیا و آنچه که پروردگار با آن حکم کرده است و عمل همان نمایش دادن و انجام دادن و قیام به نماز است. در قرآن کریم آمده است که منافقین کسانی هستند که زمانی که به نماز میخیزند خسته و افسرده و کسل میخیزند و مسلمانان شکی نیست که با خوشحالی و راحتی به ادای نماز میپردازند. همچنین نماز انسان را از گناه ها دور میسازد، باعث بخشش گناهان انسان نیز میگردد. فاصله بین یک نماز و نماز دیگر، آنچه که انسان گناه صغیر میدارد با ادای نماز بخشیده میشود. نماز به انسان فضیلت و کرامت میبخشد. انسانی که خداوند مکرم و به عنوان عزیزترین موجود عالم خلق کرده است کرامت و عزت مییابد و در مقابل پروردگار خیش به سپاسگزاری و شکران قیام می‌دارد. و این نماز است که اطاعت و فرمانبرداری کامل از اوامر الهی است. امیدواریم که با این نکات بسیار معدود و حکمت‌های بسیار کمی که نسبت به فلسفه نماز خدمت شما به عرض رسید، عزیزان و خواهران و برادران ما به این مسئله حیاتی و به این شعائری که فرق بین مسلمان و کفر نماز خوانده شده است خود را آراسته بسازند و نسبت به ادای نماز کوتاهی و سلنگری ننمایند، که خداوند همه ما را به فلاح و رستگاری مفتخر دارد. و السلام علیکم و رحمت الله. یا رسول الله، یا شفیع الله، یا بشیر الله، یا رسول